با درود فراوان پریسا روز پزشک هومیوپت و مدیر روز نشرال کلینیک هستم هجدهمین برنامه سلامت و تراوت رو به مدیتیشن و اثراتش در سلامتی اختصاص دادم بعضی افراد ممکنه مدیتیشن رو یک نوع عبادت و نماز بدونن اما اینطور نیست مراقبه یا مدیتیشن به معنای آگاهیه هر شما با آگاهی انجام میدید مدیتیشن هست مثل مشاهده تنفس خودتون گوش دادن به پرنده و یا صدای آب رودخانه و موج دریا تا زمانی که این فعالیت ها از هر گونه مزاحمت و یا مشغولیت ذهن دور باشه یک مدیتیشن موثره مدیتیشن یک تکنیک نیست بلکه روش زندگی است مدیتیشن یعنی توقف روند فکر و ذهن و موقعیت آگاهی وقتی که فکر از هر گونه مشغولیات پروکنده و دور هست شخص در حال مدیتیشن یا مراقبه متوجه میشه که تمام فعالیت ذهن به یک کاهش پیدا کرده در حالی که انجام مدیتیشن میتونه باعث غنیسازی روح بشه و سبب سعادت و یا روشنگری این بود مدیتیشن ممکنه از نظر خیلی ها به سختی درک بشه ولی مدیتیشن منافع زیادی برای بدن در سطح فیزیکی داره باعث بهبودی سلامتی بدن زمانی که ذهن تمرکز به بخش خاصی از بدن میکنه جریان خون به اون قسمت افزایش پیدا میکنه و سلول ها اکسیژن و مواد دیگر غذایی به فراوانی دریافت میکنن امروزه بسیاری از بازیگران و هنرپیشگان و یا مدل های فشن مدیتشن را جزو رژیم روزانه خود قرار میدن همینطور مدیتیشن باعث پیشرفت و توسعه تمرکز میشه. بسیاری از ورزشکاران به طور مرتب به مدیتیشن میپردازن چون باعث بهبود عمل کرده ورزشی اونها میشه. اگرچه مدیتیشن معمولا یک عمل معنوی شناخته میشه ولی دارای خواص درمانی بسیاری هست. از فواید درمانی مدیتیشن میتونیم از مصرف اکسیژن رو کاهش میده تعداد نفس رو کاهش میده سبب افزایش جریان خون و همینطور ضربان قلب رو کمتر میکنه افزایش تحمل فعالیت های ورزشی در بیماران قلبی باعث ریلکسیشن عمیق تر میشه برای افراد با فشار خون بالا بسیار مفیده که فشار خون رو به حد نرمال میرسونه حملات حراس و استرس رو کاهش میده و سبب کاهش لاکتیک خون میشه باعث کاهش تنش ازولانی و هر گونه درد ها به دلیل تنش مثل سردرد. باعث افزایش و اعتماد به نفس میشه سبب افزایش و تولید سروتونون که روی خلق و خوی و رفتار تاثیر داره میشه کاهش سروتونون عوارضی مثل چاقی افسردگی بیخوابی و سردرد رو به همراه داره در درمان بیماری های مزمن مثل آلرژی، آرتروز و غیره کمک میکنه. سبب کاهش سندروم قبل از قاعدگی و یا PMS میشه به بهبودی بعد از عمل جراحی کمک میکنه. باعث تقویت و افزایش سیستمی سیستم ایمنی بدن میشه تحقیقات نشون داده که مدیتیشن باعث افزایش سلول های در بدن میشه که قادر به از بین بردن باکتری ها و سلول های سرطانی هستند. همچنین باعث کاهش فعالیت ویروس ها و ناراحتی های روحی و احساسی میشه از بین رفتن ترس ها و اعتراضات ذهنی که باعث ایجاد ترس و بیماری میشه رو به وجود میاره مدیتیشن محلی برای کشف خود هست عملی خصوصی و شخصی حتما به شما پیشنهاد میکنیم خودتون رو با مدیتیشن آشنا کنید و به سلامت و پیشگیری از بیماری ها در خودتون کمک کنید اگر سوالاتی درباره مدیتیشن و یا موارد دیگری که در برنامه های قبل صحبت شد دارین میتونین با ایمیل info at .com با من تماس بگیرین و سوالات خودتون رو مطرح کنین و یا با لایک کردن فیسبوک پیج ما روز نچرال کلینیک به جمع دوستان ما بپیوندین و در اونجا مسائل خودتون رو مطرح کنید با امید به اینکه عشق صلح و سلامت در شما پایدار باشه همگی شما رو به خداوند بزرگ می سپارم خدا نگهدار